اتفاقی که افتاد در دوران آقای اوباما، وقتی ما صحبت لابی اسرائیل میکنیم صحبت یک مجموعه هستش، صحبت فقط ایپک نیست. ایپک به اصطلاح جلودار این قضیه هستش، ولی خب نفوذش و تأثیرش از همه گروه های دیگه، چه بخش های رسانه‌ای، چه اندیشکده ها، چه دانشمندای روابط بین الملل، خب تأثیرش از همه اینا بیشتره. اتفاقی که افتاد در سال 2012، ایپک با تمام قدرت پشت آقای رامنی ایستاد و خیلی آشکار از کاندیدای حزب جمهوری خواه دفاع کرد. برای اولین بار شاید ظرف چند دهه اخیر اتفاقی که افتاد این بود که ایپک نتونست اونجا موفق بشه، اون کاندیدایی رو که روی سرمایه گذاری کرده بود وارد کاخ سفید بکنه، و این به نظر من یک نقطه عطفی بود که نشون بده این تغییرات فقط در سطح تفکر آقای اوباما و اختلاف فردی با آقای نتانیاهو نیست، یک اتفاقات استراتژیک داره میفته، هم یه بخشی در درون حاکمیت امریکا و هم در خود امریکا، اینا کمتر دیگه تأثیر میگیرن. اتفاق دومی که افتاد و ضربه‌ای که به نظر من ایپک خورد سر جریان هسته‌ای ایران بود. شما میدونید تابستون امسال میلیون‌ها دلار ایپک سرمایه گذاری کرد برای اینکه نذاره این به سرانجام برسه، ولی ما دیدیم که بالاخره 42 تا سناتور اونجا طغیان کردن و جلوی یه همچین برنامه رو که ایپک داشت گرفتن. به نظر من پشت این لبخندها و این صحبت ها اینا یک واقعیتی نهفته، و اون اینه که لابی اسرائیل دیگه اون قدرت و اون نفوذ رو نداره، و معنیش این نیستش که از بین رفته، هنوز فوق العاده پرقدرته. اتفاقا انتخاباتی که در سال آینده در پیشه نشون میده که کسایی که مخالفت کردن با ایپک چجوری توسط ایپک مجازات خواهند شد، آیا اینا دوباره انتخاب. از جمله خیلی جالب، آقای ندلر 11 دوره پشت سر هم نماینده نیویورک بوده و خودش هم یهودی، از این توافقنامه حمایت کرد و بعد از اون چنان حملاتی به ایشون شد که ایشون گفت این حملات شرورانه هستش. بعد ببینیم آقای ندلر واقعا دوباره میتونه از این کسایی مثل آقای ندلر، و ببینیم که این توازن قوا کجا میسته، آیا واقعا هنوز این لابی اسرائیل اون قدرت سابق رو داره یا نه.